سلام، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. امروز میخوام نحوه تیپ کردن با باندج کنزیو تیپ رو بهتون آموزش بدم. قبلا یه توضیح کلی راجبش دادم، امروز بریم ببینیم که چه شکلی میشه ازش استفاده کرد. اول میخوام تیپ کردن سرشونه رو بهتون نشون بدم، واسه سرشونه ای که دچار آسیب شده، دچار کشیدگی، خستگی و یا ضربه موقع تمرین شده، و یا سرشونه هایی با بیماری هایی مثل شانه یخ زده. تیپ رو میذارید نقطه انتهایی سرشونه، میکشیدش و تا آخر میاریدش. چون حالت کیستانی داره، شما تا جایی که میتونید بیاریدش پایین که فضای بیشتری و عضله بیشتری رو در بر بگیره. با تیپتون میتونید حموم برید، میتونید دوش بگیرید، از کیسه آب گرم و آب سرد میتونید براش استفاده کنید. و اینکه من الان چون دارم ویدیو رو آموزش میدم، تیپ رو دوباره جدا میکنم و روی یه قسمت دیگه میزنم، ولی از هر تیپ یک بار میشه استفاده بشه و شما تا 3-4 روز میتونید رو بدن نگرش دارید. خب حالا میخوام نشون بدم اگه گردن درد داشته باشیم چه شکلی میتونیم از تیپمون استفاده کنیم. سر تیپ رو میذارید آخرین مهره گردن، جایی که دقیقا موها تموم میشه، میچسبونید و میکشیدش، میاریدش تا انتها. یه بار دستتون رو روش میکشید که حبابی زیرش نباشه و کامل صاف بشه. پس تا الان دو تا نکته رو خب بریم حالا نشون بدیم که چه شکلی میتونیم آخرومی ترقوی و دلتوید رو تیپ کنیم، که خیلی تو این قسمت دچار کشش و مشکل میشن موقع تمرین و یا هر مسئله دیگه. دوباره تیپ رو میذارید روی جایی که استخون ترقوتون شروع میشه، صافش میکنید، میکشید تا انتها میایید. خودتون با دست یه خورده گردش میکنید، چون از تیپ هم استفاده کردم یه خورده الان حالت چسبیشو از دست داده. میکشید میاریدش تا انتها که دلتویدتون هم بگیره، سرشونتون هم نگه داره. حالا یه تیپ دیگه باز میکنم. حالا اگر بخوایم که کل دلتوید رو تیپ کنیم، یه کوچولو هم امکان داره دردش بزنه روی بازومون و جلو بازومون. از نقطه ای که این تیپ هم تموم شده، اون یکی تیپ رو یه کوچولو بالاترش میچسبونم، میکشم میارمش پایین، با دستم دوباره گردش میکنم و نمیذارم که حباب زیرش باشه. یه نکته ای که هست اینه که امکان داره که روز اول یا دوم از طیفتون استفاده کنید، بهتون احساس خارش یا سوزش